بله، در اینجا همکارم محمد رهبر همراه منه تا نگاهی داشته باشیم به رسانه‌ها و مطبوعات امروز در ایران. در طول 40 خورده روز گذشته ما شاهد این بودیم که دائما تجمعات، اعتراضات و خیزش مردم گسترده تر شده و سرکوب حکومت بیشتر شده. مطبوعات و رسانه ها چطور به این نگاه کردن؟ چطور واکنش نشون دادن؟ خیلی کار سختی رو در ایران دارن با وضعیت و موقعیتی که هست. اولا مثل یک کشتی بیلنگر هستن که در این طوفانی که آمده این سو اون سو میشن، پایگاه اجتماعیشون از دست دادن، تیراژ آنچنان ندارن. از طرف راوی این ماجرا و انقلاب و خیزش نمیتوانند باشن، اما ناظر ساکت هم نمیتونن باشن و باید حرفی بزنن و هر گونه حرفی که بزنن ممکن هستش که جمهوری اسلامی با اونها برخوردهای شدید بکنه. این هستش که سعی میکنن جنبندی از اوضاع به خرج بدن و تحلیل بکنن آنچه که داره اتفاق میفته، البته سربسته بدون اینکه صراحتاً بگن که مقصر چه کسی است. روزنامه جمهوری اسلامی امروز یکی از این کارها رو کرده، بعد از یک ماه خورده اومده یک نتیجه گیری کرده از این اتفاقاتی که داره میفته و گفته است که زبان مفاهمه است، زبان باید خداوند ما داده که بتونیم حرف بزنیم با هم دیگه، هم دیگه رو راضی کنیم، به جایی برسیم. ولی به نظر میرسه که رده‌های مختلف نظام به این نتیجه رسیدن که بیان و با زبان سرخ و مردم صحبت بکنن، خیلی خشمگینانه و از سر تخاصم و حمله و جنگی. و اگه چنین کار رو ادامه بدن، اینطور که جمهوری اسلامی گفته، بنزین بر آتش می‌ریزن و وضعیت از اینی که هست هم بدتر خواهد شد. همون چیزی که شاهدش بودیم. بله، روزهای گذشته. ولی خب می‌بینید که اومده و در واقع روایت ماجرا به اینکه چه می‌گذره در این روزها در ایران رو هیچ کدوم از این روزنامه‌ها به این صراحت انجام نمی‌دن. به بعدی برسیم، روزنامه جهان صنعت که امروز در مورد ونزوئلایی شدن ایران صحبت کرده و گفته ما یک گام بیشتر نمونده که برسیم به کاراکاس و یک تورم و ابر تورم تجربه بکنیم و اقتصاد ایران از هم پاشیده بشه. از طرفی یک گزارشی هم داده در مورد این که اصلا مدارس کلا بلا تکلیف هستن، به بهانه آنفولانزا و به دلیل اصلی اعتراضات بسیاری از مدارس رو تعطیل کردن و بچه‌ها از درس خوندن اینها افتادن و این اعتراضات به هر حال دلیلش رو نمیگن ولی اسمش میذارن آنفولانزا. درسته. آموزش پرورش چنین کاری رو داره انجام میده. این چیزی است که روزنامه جهان صنعت گفته. به بعدی بپردازیم، روزنامه آرمان ملی که در مورد همین موقعیت مطبوعات صحبت میکنه. خب دو نفر از خبرنگاران خانم شرق و همیهن رو دستگیر کردن به این دلیل که در مورد مهسا امینی گزارش دادن، اون عکس ها رو منتشر کردن ازش در بیمارستان. خب اگر خبرنگار چنین کار رو انجام نده چه باید بکنه؟ یکی از اساتید روزنامه‌نگاری امروز گفته اگه ما کار میدانی نکنیم، اگر خبرنگار راوی ماجراها نباشه، پس اصلا اسمش به چه درد میخوره؟ بعد بریم لبو فروشی کنیم جور که ایشون گفته. آقای مهران کرمی هم آمده و یادداشتی نوشته، گفته اینا از روزنامه نگاری تو ایران بوخچی میخوان، یه کسی رو میخوان که روابط عمومی باشه و به محض اینکه حرف حسابی بزنه او رو میگیرن و سرکوب میکنن. گفته هر چی که میخواییم بگیم، ولی دیگه به اینها جاسوس نگیم، به اینها عامل بیگانه نگیم. فقط روایت کردن، چه کردن مگر که چنین عقوبتی رو بد داشته باشن؟ چون یه توماری هم وزارت اطلاعات و سپاه با هم دیگه نوشته بودن که اینها عامل دشمن هستن، آمریکایی‌ها اینا رو فرستاده بودن. بیشتر اقدام علیه امنیت ملی بود، الان کاملا دیگه میگن جاسوسن، با کشورهای معاند دارن و دلایل بسیار مسخره. و به آخریش برسیم، روزنامه همشهری که ما یه مصیبتی که تو ایران داریم، کسایی که چماق دستشون دارن میان و تو روزنامه ها رو تصرف میکنن و میشه همین صفحه بیریختی که امروز همشهری به چاپ رسونده و یک در واقع با رسم شکل نشون داده که چه کارهای دشمنان انجام دادن. اولیش از قتل مهسا امینی شروع میشه، بعد یک باره آمریکا میاد وسط، سیا میاد وسط، اصلا یک حرفهای بیراهی زدن در همین صفحه اولشون و نشان میده که نگاهشون به روزنامه چی هستش. چیزی جز ابزار تسلط و قدرت نیست و اصولا روزنامه نگاری برای جمهوری اسلامی یه دشمن محسوب میشه.